باد نام خدا با یکی دیگه از فیلم های آموزشی رایگان سایت خانه مطلب در خدمت شما عزیزان هستیم. قرار در این فیلم الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی بایوجغرافی بیس اپتیمایزیشن رو یا به طور مخفف بی بی او رو در کنار هم دیگه آموزش ببینیم. خب این الگوریتم در چه مطلبی الهام گرفته شد؟ میدونی که همه الگوریتم‌های فرابتکاری از یک پدیده الهام گرفتن تا اون الگوریتم رو معرفی کردن. خب بریم ببینیم که این الگوریتم از چه پدیده الهام گرفته. الگوریتم بی بی او از پدیده مهاجرت حیوانات و پرندگان بین جزایر الهام گرفته. به چه شکل هست این پدیده؟ حیوانات و پرندگان در مناطق جغرافیایی زیستی مختلفی زندگی میکنن و به مرور زمان مناطقی که شایستگی کمتری داره، حالا بهش به طور مخفف HSI میگن، یعنی اون مطلوبیت زندگی، مناطقی که مطلوبیت زندگی کمتری داره، پرندگان جذب مناطق با مطلوبیت بیشتر میشن. یعنی همیشه پرندگان میدن به سمت مناطقی که جذب مناطقی میشن که اون شایستگی و فیتنس بهتری داره. خب در این بین همیشه در هر جمعیتی ما یه تعدادی خیلی کمی داریم که خارج از روند طبیعی و درست یک گروه حرکت می کنند. در واقع در هر جمعیتی تو همه پدیده ها یه تعداد بسیار کمی وجود دارن که خارج از اون روال طبیعی و در واقع نرمالی که برای همه اعضای اون گروه اتفاق می افته، اونها یک حرکت خارج از عرف انجام میدن. به این حرکت میگن میوتیشن. پس حیوانات و پرندگان در جغرافیای زیستی که هستن همیشه جذب اون مناطق با فیتنس بهتر میشن. البته بین اینها هم یه درصد بسیار کمی وجود دارن که خارج از عرف حرکت میکنن، یعنی کاملا رندوم انجام میدن حرکاتشون رو و طبق یک روال منطقی این کار رو انجام نمیدن. خب این از این. بریم سراغ بحث برنامه نویسی الگوریتم بی بی او در مطلب. البته در این بخش فعلا تئوریش آموزش میدیم. خب من فلوچارت این الگوریتم در همین ابتدای کار یه توضیحی بدم، جلوتر کامل جز به جز اینها توضیح خواهیم داد و در انتها هم دوباره این فلوچارت رو مرور خواهیم کرد. خب شروع میکنیم انتخاب پارامترهای الگوریتم. پارامترهای الگوریتم رو تنظیم میکنیم، جمعیت اولیه رو به صورت کاملا تصادفی تولید میکنیم، شروع میکنیم حلقه اصلی الگوریتم رو. درسته به ازای هر محله سکونت یا به ازای هر بردار جوابمون لاندا و میو رو تولید میکنیم. نرخ در واقع کوچ کردن هستش، مهاجرت هستش. خب عملیات مهاجرت انجام میشه، عملیات جهش انجام میشه، ما یک جمعیت جدیدی خواهیم داشت. اون جمعیت جدید رو ارزیابی میکنیم، ترکیب جمعیت قدیم و جمعیت ناشی از مهاجرت و ایجاد جمعیت محله جدید. پس ما یک جمعیت از محله قبل داشتیم، یه جمعیت جدید تولید می‌کنیم، کلاً جمعیت جدیدمون به دست میاد. این فرایند رو تا زمان برقراری شرط توقف ادامه میدیم و در انتها هم که نمایش میدیم اون بهترین نتایج رو. خب تابع اسپیر، معروف‌ترین تابع تست مسائل بهینه‌سازی پیوسته برای الگوریتم‌های بهینه‌سازی پیوسته. خب x1 x2 x3 x4 به توان 2 برسون، بعد جمعش کن، جوابش میشه 66.38. الگوریتم ژنتیک به این میگه یک کروموزوم، الگوریتم فاخته به این میگه یک فاخته، الگوریتم خفاش به این میگه یک خفاش. در الگوریتم بی بی او به این میگیم چی؟ هابیتیت، یک منطقه زیستی. درسته به میزان تا به هدفی که به دست میآید میگوییم چی؟ HSI، میزان شایستگی اون منطقه. حالا چون ما تو بحث خانه مطلب تمام الگوریتم فرابتکاری اون بردار جواب، این بردار جوابونه بهش میگیم پاپ. در این الگوریتم هم تو کدمون اسمشو گذاشتیم پاپ، ولی بدونید که اگه جای دیدید هابیتیت اس گذاشته بود تعجب نکنید، نگید این الگوریتم دیگه است، همونه اسمه. چون ما میخوایم تو همه الگوریتما اسم بردار رو بذاریم پاپ، تو بحث کدینگمون هم اسم بردار جوابونو میذاریم پاپولیشن یا پاپ و اون شایستگی جواب اسمش رو میذاریم فیتنس، یا حالا به صورت مخفف فیت ما میذاریم تو بحث‌های خانه مطلب. ولی بدونید که بردار جواب هابیتیت هست و میزان شایستگی HSI هست.
خب پارامترهای اولیه رو باید تنظیم کنیم. اینها که پارامترهای مربوط به مسئله است، ما میگیم 5 تا x x 1 تا x 5 بین منفی 10 باید تا 10 تولید بشه، مربوط به مسئله است. اینها پارامترهای خود الگوریتم هستند. حداکثر تعداد تکرار الگوریتم، تعداد اون پاپولیشن سایزمون. خب ببین اون جمعیت جدیدمون قراره از جمعیت، در واقع اون جمعیت نسل جدیدمون قراره از جمعیت قدیم و از جمعیت جدید ایجاد بشه، درسته؟ خب چه تعداد از جمعیت قدیم بگیره، چه تعداد از جمعیت جدید بگیره؟ ما میگیم که نصف اون جمعیتمون از جمعیت قدیم بگیره، از بهترین های جمعیت قدیم باشه. ما بقیش از در واقع با این نیم داریم میگیم نصف بگیر. اگه شما 0.2 بگید یعنی میگی 20% جمعیت جدیدمون از اون جمعیت قدیم باشه، 80%ش از بهترین های جمعیت جدید. ولی الان وقتی نیم میگید یعنی چی؟ میگی 50% از بهترین های جمعیت قدیم، 50% هم از چی؟ جمعیت بهترین های جمعیت جدید. خب این نرخ کوچ هست. نرخ کوچ رو ما میگیم 1 تا 0 به تعداد جمع. وقتی شما 10 بگیرید یعنی 1, 9, 8 به همین ترتیب تا 0. حالا ممکن عددش فرق کنه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که برای در واقع اون بهترین سولوشن یا بهترین در واقع پاپمون، حالا به اسم جی پاپ ما تو بحثای خانه مطلب میشناسیم، نباید کوچ اتفاق بیفته، چون اون بهترینه. همیشه ما اون مناطقی با فیتنس پایینتر، کمتر، بدتر میرن به سمت پایینتر، نه با فیتنس بدتر میرن به سمت جذب میشن به سمت مناطقی با فیتنس بهتر، چون عمدتا مسائل بینسازی مسائل کمین سازیست. فیتنس بهتر یعنی فیتنس کمتر. آلفا هم نرخ جذب، یعنی چه مقدار جذب، چند درصد در واقع در واقع چه ضریبی در میزان جذب مناطق ضعیف‌تر به مناطق قوی‌تر دخیل باشه. پیومیتیشن هم که 1 دهم گرفتیم، از اینو قابل تغییره دیگه، یعنی با چه احتمالی در واقع این جهش روی هر کدوم از این مناطق زیستی اتفاق می‌افته. یعنی ما داریم این به صورت میانگین، اگه شما n پاپ رو بذارید c، وقتی پیومیتیشن رو بذارید 1 دهم، ببخشید n ور رو وقتی بذارید، فرض کنید که چند گذاشتیم، n ور رو گذاشتیم 5، حالا فرض کنید 10 باشه، وقتی 1 دهم می‌ذارید یعنی به صورت میانگین یکی از اون 10 درایه تغییر خواهد کرد به صورت کاملا تصادفی. خب تو این پارامترها، پارامتر مکسیته و n پاپ پارامتر کمی هستند، هر چقدر افزایش پیدا بکنن به احتمال زیاد جوانه‌های الگوریتمتون بهبود پیدا خواهد کرد، همچنین زمان برنامه‌نویسیتون بیشتر خواهد شد. ولی این پارامترها پارامترهای کیفی هستن. این پارامترها پارامترهای کیفی هستن، یعنی شما نمیدونید کم کنید بهتر جواب میده یا زیاد کنید بهتر جواب میده. بنابراین با روش‌های تنظیم پارامتر باید این پارامترها تنظیم بشن. حالا سعی خطا میتونه باشه، تاگوچی میتونه باشه، آرسن میتونه باشه و یا روش‌های دیگر. خب جمعیت اولیه به صورت تصادفی تولید میشه، یعنی ما x رو بین حد پایین و بالا تولید میکنیم، بعد شایستگیش محاسبه میشه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از x رو به توان 2 میشه بعد جمع میشه. حالا تو تابع SVN این شکلیه. شروع حلقه اصلی، استراتژی مهاجرت. عمل مهاجرت در جغرافی زیستی شبیه عمل بازترکیب عمومی در ژنتیک و استراتژی تکاملی بوده و برای اصلاح پاسخهای غیر نخبه انجام می شود. غیر نخبه یعنی جوابهایی که فیتنس بدی دارن. مهاجرت رو می توان به صورت HJ به سمت HI بیان کرد، یعنی جوابهای بدتر می خواهند تمایل پیدا کنند جذب بشن به سمت جوابهای بهتر. فرض می کنیم N زیستگاه وجود دارد، پاپولیشن وجود دارد که HI یکی از آنهاست که نرخ مهاجرت پذیر آن لامدا است و HJ زیستگاه بعدی است که نرخ مهاجرت گزیری آن میو جی هست. یک اپراتور مهاجرت تعمیم داده شده از اپراتور مهاجرت بی بی او استاندارد به نام مهاجرت مخلوط به صورت زیر تعریف می شود. یعنی ما می گوییم که مقدار جدید اون در واقع پاپولیشن آی می شود چی؟ ضریبی از مقدار قدیم به اضافه 1 منهای گاما ضرب در HJ که این گاما می تونه یک عدد حقیقی بین 0 تا 1 باشد. روش های مختلفی واسه این موو دادن جواب بدتر به سمت جواب بهتر وجود داره که تو بحث کد نویسی این رو خواهیم گفت. پس ما جواب های بدتر رو
به سمت جوابای بهتر حرکت میدیم. حالا اینکه آیا تمام جوابای بدتر باید حرکت کنن؟ خیر، ما یک نرخ مهاجرت داریم. اگر اون شرط مهاجرت برقرار شد، جواب بدتر به سمت جواب بهتر حرکت میکنه. حالا بر اساس فرمول‌های مختلف که میتونیم استفاده کنیم. استراتژی جهش. الان مهاجرت انجام شد، گفتیم تو هر جمعیتی یه تعداد بسیار کمی وجود دارن که خارج از عرف حرکت میکنن. اینجا هم وجود داره. در واقع اتفاقات ناگهانی باعث میشه که تعداد گونه‌ها از مقدار تعادل خود منحرف شوند و اچ‌اس‌های زیستگاه به طور ناگهانی تغییر کنند. در بی بی او این اتفاق با جهش اس آی وی نشان داده میشود. شاید همیشه تمام جوابهایی که توسط الگوریتم بی بی او به دست آمده است بهینه نباشد، یا ممکن است ما را از هدف اصلی که رسیدن به جواب بهینه است دور کند. بدین منظور در این الگوریتم بعد از عمل مهاجرت باید عملگر جهش روی راه‌حل‌ها اتفاق بیفتد. از جهش برای تغییر راه‌حل‌ها استفاده خواهیم کرد. هدف کلی جهش ایجاد تنوع در راه‌حل‌ها یا افزایش زیستگاه‌ها در میان جمعیت است. همونطور که می‌دونید ما در هر الگوریتمی دو تا بحث داریم: تنوع و تمرکز. دوست داریم در ابتدای الگوریتم تمرکز زیاد باشه، هرچقدر به پایان الگوریتم می‌رسیم در ابتدای الگوریتم تنوع زیاد باشه و هرچقدر به پایان الگوریتم می‌رسیم تمرکز در واقع تنوع کم و تمرکز افزایش بده کنه. یعنی یک الگوریتم ساختارش درست خواهد بود اگر این دو شرط برقرار باشه: تنوع در ابتدا زیاد، هرچقدر به پایان میرسیم تنوع کم و تمرکز زیاد بشه. در واقع نرخ مهاجرت یا استراتژی مهاجرت همان تمرکز هست و جهش در واقع تنوع هست. خب احتمال تعداد گونه های پی اس برنگر آن است که زیستگاه شامل دقیقاً اس گونه باشد. پی اس از زمان تی تا زمان این با استفاده از لاندا اس و میو اس به صورت معادله 44 برزنسانی می شود که برای مشخص کردن نرخ جهش استفاده می شود. فرض کنید یک زیستگاه با گونه اس برای اجرای عملیات جهش مشخص شده. یک متغیر انتخاب شده اس آی وی بر اساس احتمال وجود آن پی اس به طور تصادفی تغییر دهید. از احتمال تعداد گونه های موجود در زیستگاه بی اس نرخ جهش به صورت زیر محاسبه می شود. به صورت خیلی راحت تر و خارج از تئوری، حالا تو بحث های کد نویسی بریم میبینید که خیلی راحت تر از این بحث های تئوری است که توی مورد ادبیات آورده میشه. مقدار جدید اون متغیر میشه مقدار قدیم به اضافه ضریب تصادفی از حد بالا منهای حد پایین. تموم شد. حالا شما این فرمول رو به این شکل نوشتن خیلی پیچیده تر میکنه قضیه رو. من خیلی به یه خط راحت بهتون میگم مقدار جدید آن متغیر میشه بعد چی؟ مقدار قدیم به اضافه مقدار تصادفی از حد بالا منهای حد پایین. تموش. چون جواب وقتی داره تصادفی تولید میشه ممکن خارج از حدود بیفته، بنابراین ما اون رو برمیگردونیم به حدود مد نظرمون. خب حالا ما یک جمعیت از قدیم داشتیم، یه جمعیت جدید تولید شد. حالا نسل جدیدمون چه خواهد بود؟ همون فرض کنیم ما تعداد چند گذاشته بودیم در واقع تو بحث تنظیم پارامتر سی گذاشتیم، درسته؟ و اونم گذاشتیم نیم دیگه. خب ما تو بحث نسل جدید میگیم چی؟ یه جمعیت قدیم داشتیم، 15 تا از بهترین های جمعیت قدیم رو انتخاب کن، 15 تا از بهترین های نسل جمعیت نیو پاپمون رو انتخاب کن. شد نسل جدید. ور میدونیم پاپ جدیدمونو ور میدونیم، دوباره برمیگردیم به ابتدای الگوریتم. الگوریتم مورد نظر تا برآورده شدن یک شرط همگرایی و یا تا اتمام تعداد کل تکرارها ادامه پیدا میکند. پایان حلقه اصلی و نمایش نتایج. دوباره ما بحث فلوچارت الگوریتم بی بی او رو با هم دیگه مرور کنیم. تنظیم پارامتر، تولید جمعیت اولیه به صورت تصادفی و محاسبه شایستگی آن، شروع حلقه اصلی، به ازای هر کنون از این پاپ هامون، سلوشن هامون، حرکتش بیدیم به سمت یک در واقع جواب بهتر و عملیات جهش رو هم اگر شانسش رو داشته باشه انجام میدیم روش. خب مجموع پاسخهای جدیدی که به دست اومده رو فیتنسش رو حساب میکنیم، ترکیب جمعیت قدیم و جمعیت ناشی از مهاجرت و ایجاد جمعیت مرحله جدید. تا زمان برقراری شرط توقف این روند ادامه پیدا خواهد کرد و در انتها هم نمایش بهترین راه حل رو خواهیم داشت. خب این از بحث تئوری الگوریتم بی بی او. در بخش بعدی بحث برنامه‌نویسی در مطلب این الگوریتم رو خواهیم داشت.
خب بریم سراغ بحث برنامه نویسی الگوریتم بی بی او در مطلب. کد الگوریتم بی بی او رو باز میکنیم. سرسی پاک کردن صفحه، پاک کردن حافظه، بستن پنجره باز، تعیین فرمت نوشتاری، اینسرت دیتا میکنیم. اگه مسئله خاصی داشته باشیم دیتاش اینجا اینسرت میکنیم. واسه تابع اسفیر نیاز به دیتا خاص نداریم. تعداد متغیرها اون 5 تاست، لارباند منفی 10، آپرواند 10. حد اکثر تعداد تکرار الگوریتم بی بی او 1000، تعداد جمعیت اون 30، تعدادی که از میخوایم از جمعیت قبلی نگه داریم در واقع نیم زده ان پاپ، یعنی در واقع ما 15 تا از نسل جدیدمون خواهد بود، بهترین 15 تا از بهترین های جمعیت قدیم. همچنین 15 تا از نسل جدیدمون خواهد بود چی؟ 15 تا از بهترین های نیو پاپمون که اینجا نوشته شده. اینجا داریم اون نرخ جهش رو نرخ مهاجرت رو ما محاسبه میکنیم که میگیم از 1 تا 0 باشه تولید بشه به تعداد ان پاپ، یعنی 1 دهم 1 9 دهم، حالا به ترتیب تا 0 اگه 10 تا حالا داشته باشیم. آلفا نرخ جذب هست که ما 9 دهم گرفتیم، درصد میوتیشن 1 دهم هست. ما توی در واقع دیتامون لاربان و آپروان رو ذخیره میکنیم که حالا جایی که نیاز داریم بتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا جمعیت اولیه‌مون رو کاملا تصادفی تولید میکنیم. شروع زمانگیری یک بردار جدید میسازیم که شماره X موقعیت و فیتنس یا شایستگی اون همون HSI خواهد بود. پس پاپ میشه تکرار کن همون بردار خالی رو به تعدادی که نیاز داری که چند تا بود؟ 30 تا بود. خب پس به ازای هر کدوم از این جمعیتمون به ازای هر کدوم از این بردارهای جواب میگیم X‌اش چه خواهد بود؟ تولید کن پیوسته بین لاربان و آپروان کاملا تصادفی. بعضی که تولید کردی به همراه دیتا وارد فیتنسش کن تا کیفیت اون جواب حساب بشه. خب در فیتنس چه اتفاقی میفته؟ در فیتنس ما ابتدای کار چک میکنیم که آیا این ایکسمون بین حد پایین و حد بالایی که تعیین کردیم قرار داره یا نداره. اگه نداشت توی حدود قرار میدیم. یعنی چی؟ پایینش نمیشم چک باند. اگر ایکسمون درسته بیشتر از آپر واندمون باشه ما روی آپر واند قرارش میدیم با استفاده از این خط. اگر کوچکتر از لابر واند باشه ما روی لابر واند قرارش میدیم با استفاده از این دستور. خب به این ترتیب فیتنسش حساب شد. پس فیتنسمون میشه چی؟ سامیشن هر کدوم از ایکس ها رو به توان 2 برسون. تموم شد رفت. حالا سورت میکنیم جمعیتی که تولید شد بر اساس فیتنسش. مسلما از کوچک به بزرگ خواهد بود دیگه. خب بهترین جوابمون چه خواهد شد؟ حالا ما اینجا میتونیم بنویسیم که best of سولوشن. دیگه اگه شما فیلم های خانه مطلب دیده باشین جی پاپ یعنی بهترین سولوشن یافت شده توسط الگوریتم. ما یه سایز ایکس هم نگه میداریم که بدونیم این بردار ایکس سایزش چه شکلیه. پس ما الان یک بردار داریم یک سطح با 5 تا ستون توی سایز ایکس ذخیره میکنیم. خب شروع میکنه حلقه اصلی و فعلا یک ماتریس بست و میانگین در واقع ایجاد میکنه. حتی ماتریس میانگین هم نیاز نداریم هیچ جای برنامه استفاده، ولی حالا نوشتیم دیگه مورد نداره. بعدن داخل الگوریتم این رو پر میکنیم فقط به خاطر اینکه این شرط در واقع نوشتن کدمون به صورت سبز یا ایدئال باشه. به ازای هر تکرار فعلا موقعیت جدید برابر است با هم موقعیت قدیم. به ازای هر کدوم از این پاپولیشن هامون، به ازای هر کدوم از متغیرها عملیات کوچ انجام میدیم. چطوری؟ یه عدد بین 0 و 1 تولید کن. اگه کوچکتر مساوی 1 منهای اون میو بود یعنی چی؟ به این وقت مگه ما سورت نکنیم وقتی آ1 باشه یعنی بهترین جوابمونه، درسته؟ ما نمیخوایم بهترین جوابمون حرکت کنه کوچ انجام بشه، بنابراین نرخش اینجا گذاشیم 1، درسته؟ بذاری من حالا یه مثال بزنم. فرض کنید که ان پاپ مساوی با چند باشه؟ 4 باشه، درسته؟ ببین نرخ در واقع جهشمون به این ترتیب خواهد بود، یعنی میو ما الان 1 66 33 و 0 خواهد بود. یعنی ما 1 منهای این یعنی 0 دیگه، یعنی اصلا نباید این کوچ پیدا کنه. این حالا اینقدر درصد، یعنی 1 منهای اینقدر درصد، اینم اینقدر درصد، این حتما باید کوچ پیدا کنه، یعنی مهاجرت واسش اتفاق بیفته. اینجا داره این اتفاق میفته، یعنی وقتی ما یک عدد رندوم بین 0 و 1 کنیم 1 منهای اون رو داریم چک میکنیم، یعنی آیا این سولوشن آی براش مهاجرت اتفاق بیفته یا نیفته. خب اگر اتفاق بیفته قرار شد به سمت یک جواب بهتر موف پیدا کنه، حرکت پیدا کنه. حالا کدوم جواب بهتر؟
آیا حتما ما بهترین جواب به سمت اون بهترین جواب حرکت کنه؟ خیر، ما بر اساس چرخ رولت آن بهترین جواب رو انتخاب میکنیم. چرخ رولت چیست؟ به صورت کلی بیانش به این شکل است: آن جوابی که بهتر است شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارد، نه اینکه حتما انتخاب بشه، شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارد. خب شانسش چیه؟ شانسشو حالا توی بحثای مور ادبیات به اسم لامدا و میو میشناسن دیگه، درسته؟ این همون لامداست. حالا ما میتونیم در واقع یک منهای میو رو بهش میگن لامدا و اینم میو هستش، فرقی نمیکنه. حالا ما چون نخواستیم دیگه یه پارامتر اضافه تر تو بحثمون بیاریم، هم مینویسیم یک منهای میو دیگه، نمینویسیم بحث لامدا رو نمینویسیم. خب پس شانس انتخاب شدن یا کوچ کردن فعلا برابر با میو. ما نمیخوایم به سمت خود اون جواب حرکت کنه، پس اون خود اون جواب شانسش رو صفر میکنه که هیچ وقت به سمت اون حرکت نکنه. وارد فانکشن rw یا رولت ویل میشه تا ببینیم که کدوم سولوشن انتخاب میشه که اینجا نمیشه شده. خب ابتدا نرمالایز میکنیم در بحث رولت ویل، چرخ رولت، بعد به صورت تجمعی مینویسیم اون رو، بعد میگوییم که یک عدد تصادفی بین 0 و 1 بگو، ببین کوچکتر از کدوم یکی از این پی هاست، اولی رو از ابتدا انتخاب کن. به این میگن چرخ رولت. آن که بهتر است شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارد. حالا موو میدیم، مقدار جدید اون متغیر میشه چی؟ مقدار قدیمش به اضافه ضریب جذر در فاصله بین اون منطقه بهتر و منطقه فعلی یا سلوشن فعلی. پس مقدار قدیم به اضافه ضریب جذر در فاصله بین سلوشن برتر تا سلوشن فعلی. پس اینا به ازای هر متغیر انجام میشه و پوزیشن جدید حساب میشه. حالا بحث میوتیشن رو داریم. گفتیم بعضی جواب ها هستن که خارج از عرف حرکت میکنن. حالا کدوم درایه ها تغییر کنن؟ ما یه بردار رندوم بین 0 و 1 کاملا تصادفی تولید میکنیم. الان 5، یعنی 5 تا عدد تصادفی بین 0 و 1. اون اعدادی که کوچکتر از نرخ جهش باشن، یعنی کوچکتر از 1/10 باشن، باید روی اون درایه ها چیکار کنیم؟ جهش رو انجام بدیم. پس کار میشه اون درایه هایی که با روشون جهش اتفاق بیفته. یه رند بین 0 و 1 تولید میکنیم، اگه کوچکتر از 1/10 بود جهش روش انجام میشه. جهش چه شکلی است؟ میگوییم مقدار جدید برابر است با مقدار قدیم به اضافه یک مقدار تصادفی که فقط اون درایه های کابد اتفاق بیفته. خب این مقدار تصادفی چه خواهد بود؟ 1000 ضرب در رند n به اضافه ضرب در فاصله بین آپر وان منهای لوور وان، یعنی فاصله بین آپر وان و لوور وان. در واقع ما داریم چیکار میکنیم؟ این جهشمون یک جهش نرمال هست، با سبب توزیع در واقع نرمال این کار انجام دادیم. حالا شما میتونید به صورت در واقع یونیفرم این کار انجام بدید، درسته؟ یا میتونید به اساس تابع گوسیان انجام بدید، یا به اساس تابع نمایی این کار انجام بدید، به اساس هر توضیحی که دوست داشته باشید میتونید این کار انجام بدید. من فعلا این رو غیر فعالش میکنم که به اساس همون توضیح در واقع نرمال این اتفاق واسش بیفته. بعد از اینکه موقعیت جدید ایجاد شد دوباره وارد فیتنس میشه، جمعیتش حساب میشه. خب ما قرار شد چیکار کنیم؟ قرار شد 15 تا از جمعیت جدید رو انتخاب کنیم. خب پس نیو پاپ رو سورت میکنیم، کوچیک به بزرگ مرتبش میکنیم و 15 تای بهتر رو انتخاب میکنیم. این از 15 تا قرار شد از بهترین های نسل قدیم انتخاب کنیم، چون قبلا سورت شده بود، بنابراین از 1 تا 15ش میشه 15 تای نسل قدیم. پس نسل جدید میشود چی؟ 15 تای نسل قدیم و 15 تای نسل جدید. دوباره سورتش رو میکنیم از بزرگ به کوچیک، مسلما اولین جواب بهترین جواب خواهد بود. ماتریس بستمون رو پر میکنیم، دیسپلی میکنیم، نمایش میدیم که تو کدوم تکرار هستیم و مقدار بست این تکرار چه مقداری است. و این هم پایان حلقه اصلی الگوریتم. نمایش نتایج داریم: بست ایکس، بست فیتنس، تایم زمان کدینگمون و نمودار همگرایی جواب. بنابراین شما وقتی کد رو بنویسید کافی است که برای مسئله بهینه سازی مد نظرتون کدینگ مسئلهتون رو انجام بدید و بعد وصل کنید به الگوریتمتون. البته در یک سیستم بهینه سازی با الگوریتم فرابتکاری 90-95% کار همون کدینگ اون مسئله است و شاید 5% اون کار، زحمت اون کار، خود اون الگوریتم باشه. خب اینم از روند همگرایی جواب. میبینی که الگوریتم از جواب 11 کارش شروع کرد و هرچه به پایین میسیم این جوابهای بهتری به دست میاره. اینم نمودار
همگرایی جواب هست که BBO بس مقدار فیتنس و ایتریشن در هر تکرار است و جواب نهایی بس فیتنس و زمانی که طول کشید برنامه ران میشه. حالا این اصلا کلن اصولاً الگوریتم فرآیندکاری برای مسئله بینی‌سازی کمینه سازی در واقع نمیشه بشه، هرچند کمتر باشه بهتره. حالا اگه شما مسئله ای داشتید که ماکسیموم سازی بود چیکار کنید؟ کافی وقتی دارید فیتنس رو مینویسید بیاد چیکار کنید؟ اینو در یک منفی ضرب کنید یا یک معکوسش کنید، بعد در انتهای کار دوباره این عملیات رو برعکسش انجام بدید، یعنی دوباره معکوسش کنید که به جواب در واقع طبیعی برگرده. پس اگر مسئله تو ماکسیموم سازی بود کافی در یک منفی ضرب کنید و در انتها هم دوباره در یک منفی ضرب کنید که جواب به صورت طبیعی نمایش داده بشه. ببخشید اینجا جواب به صورت طبیعی نمایش داده بشه. خب این هم از بحث برنامه نویسی الگوریتم BBO در مطلب، محصول رایگان سایت خانه مطلب. امیدوارم از مباحث گفته شده در این فیلم بهره کافی رو برده باشید. فعلا خدا نگهدار.